سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. از حرفهای تند و جنجالی سینا ولی الله به سران حکومت جمهوری اسلامی با ما همراه باشید. لطفاً عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از بقیه از ویدیوهامون مطلع بشید. سینا ولی الله هم از اون دست از افرادیه که همیشه حرفهای تند و جنجالی رو چه در برنامهش و چه در اینستاگرام و صفحات مجازیش میزنه و در طی اعتراضات اخیر هم این حرفها و تیکه ها جنجالی تر و کوبنده تر شدن و همچنان هم به اونها ادامه میده و نسبت به حرف‌های بی‌پایه و اساس مسئولین مملکت واکنش‌های تندی نشون میده. مثلا با انتشار این حرف‌های نماینده شهر بابک که از رئیسی تعریف کرده و گفته ریزعلی فداکار باید قطار اقتصاد رئیسی رو متوقف کنه، سینا نوشت پتروس هم انگشتش رو بکنه یه جایی شاید کمک کرد. با انتشار این حرف‌های نماینده سبزوار که گفته کشف حجاب و برداشتن روسری منجر به بدن نمایی می‌شود، نوشت شقل سبزوار. با انتشار ویدیوی کوتاهی هم از رقص دختران بدون حجاب اجباری نوشت در آخر دختران ایران بر گورتان می‌رقصند. حرف‌های این عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه را هم منتشر کرد که گفته برخی از طلاب با هوش مصنوعی آشنایی مقدماتی پیدا کردند. سینا نوشت دیگه این ابلهان که هوش طبیعی ندارن شاید الان در حد کلم هوش پیدا کردند. با انتشار این حرف‌های امام جمعه شیراز که گفته کمر دلار در حال شکستن است، نوشت آره بیچاره از بس رو شما بوده. بعد هم ویدیوی کوتاهی از این خبر منتشر کرد که در مسابقات دوچرخه سواری در شهر تونکابون زنان از این مسابقه حذف شدند و در آخر مردان هم روی سکو نرفتند. با انتشار این عکس از سنگ قبر رستم قاسمی که درج واژه شهادت بر سنگ قبر رستم قاسمی خبرساز شد، نوشت شاید نکیر و منکر تو قبر شهیدش کردن بیچاره رو، چرا زود قضاوت میکنید؟ بعد هم با انتشار ویدیوی وایرال شده هفته‌های اخیر از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران که وسط جلسه نماز میخونه نوشت حالا نخورتش تو رودش گیر کنه، از خایمالی بعید نیست ازش. با انتشار این حرف‌های حسین امیر عبداللهیان که گفته به وزیر خارجه فرانسه بر لزوم رعایت حقوق معترضان فرانسوی تاکید کردم، نوشت فکر کنم ریده به خودش از خنده. این حرف‌های فرمانده انتظامی کل کشور را هم منتشر کرد که گفته با دوربین‌های هوشمند زنان بی‌حجاب رو شناسایی می‌کنیم. سینا نوشت هوش مصنوعی رو بده به یه گوساله، قطعاً کاربردی‌تر و منطقی‌تر ازش استفاده می‌کنه. بعد هم این حرف‌های رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که گفته قصه مردم رو می‌خوریم اما صدمه فرهنگی بدتر از ضربه اقتصادی است، نوشت شما بیا گو بخور جای قصه مردم، به رنگ عبات هم میاد. با انتشار این حرف‌های زرقامی وزیر گردشگری و میراث فرهنگی که گفته حجاب هدیه انقلاب به ملت ایران و دنیاست، کاش هدیه رو وا نکرده فصل استارت. حالا این نماینده مجلس مردم رو تهدید کرده و گفته جسارت رو از بی‌حجابان می‌گیریم، کاری می‌کنیم که سریعاً هزینه تخلفشون رو بدهن. یعنی گاو و قاطر رو پیش حماقتتون شرمنده می‌کنین که جای مشکلات مردم چسبیدن به شورت و تومون مردم. در استوری بعدی هم این عکس رو از مدل و بلاگر روسی منتشر کرد که در میدان آزادی بدون حجاب با دو سرباز عکس گرفته. سینا نوشت روس باش، اصلا درار برین رو سرشون، ولی کافیه ایرانی باشی. بعد هم صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو منتشر کرد که گفته دانشمندان برای حل مشکلات کشور راهکار بدهند. سینا نوشته دیگه کی از شما دانشمندتر و دانش بنیانتر؟ امام جمعه اردبیل در واکنش به ماجرای سطل ماست گفته این حرکت غلط رو به حساب دین ننویسین. سینا نوشت نه خیالت راحت، به حساب بیشرفی و کسافتیتون می نویسین. در استوری بعدی هم این حرف‌های عضو کمیسیون صنایع مجلس رو منتشر کرد که در مورد حجاب گفته در صورت رواج بی‌حجابی شوهر دزدی باب میشه. سینا نوشت تو مثلا یکی از شوهرها، خرم نمیاد تو رو بدزده، خیالت راحت، فقط سیفون. و با انتشار این خبر که وزیر آموزش و پرورش استعفا کرد، سینا براش نوشت الان میتونه با خیال راحت بره طویله استخدام شه.
در استوری دیگه این حرفهای حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه حکومتی کیهان رو منتشر کرد که گفته بیانیه وزارت کشور درباره پدیده پلشت کشف حجاب صراحت لازم ندارد. سینا نوشت صبح به صبح از خواب بیدار میشه که مردم از سر تا پاش رو قهوه‌ای کنن، سر ما هم حقوق میگیره، یه شغل راحت و پرلوبیا. در استوری بعدی هم این خبر رو منتشر کرد که ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گفته کانادا فوراً قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو لغو کنه. سینا نوشت راست میگن، به چه حقی تو کانادا تو سر زنان سطل ماست نمیکوبن؟ این یعنی تبعیض. در روزهای گذشته هم حمید رسایی نماینده پیشین مجلس گفته در عجبم از مردی که از ترس خط و خش به ماشینش چادر میپوشونه اما همسر و دخترش رو بدون چادر در کوچه و خیابون رها میکنه. که سینا در واکنش به این حرفهای عجیب ویدیویی رو منتشر کرده که با هم میبینیم. واقعا من در عجبم از مغزی که یک همچین تحلیلی توش اتفاق میفته. اون مغز خیلی شرایط بدی داره، یعنی اوضاعش توی اون جمجمه، خودش فکر میکنه تو جمجمه است مغزه، ولی در واقع میشه گفت مثل یه در نوشابه تو قمقمه میمونه، یعنی همونجوری تخ تخ صدا میده. در استوری بعدی هم این حرفهای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران رو منتشر کرد که گفته مردم با صبر و تقوا گرانی رو تحمل کنن. سینا نوشت تا حالا با چی تحمل کردن خوشگله؟ با انتشار این حرفهای امام جمعه گرگان که خواستار پخش اذان در خیابان برای تحمیل حجاب اجباری شد نوشت وای چه ایده ناب و ابلهانه ای. با انتشار این خبر هم که رئیس سازمان هوایی جمهوری اسلامی گفته هواپیمای بومی ایران 140 آماده پرواز است. سینا نوشت عرابه مرگ هوایی. این حرف‌های عضو مجلس خبرگان رو هم منتشر کرد که گفته همجنسگرایی و ازدواج سفید نیاز جنسی رو برطرف نمی‌کنه. سینا نوشت تو از کجا می‌دونی؟ امتحان کردی نیازت برطرف نشد؟ بعد هم این حرف‌های نماینده صومعه سرا رو که در واکنش به تحریم خودش از سوی اتحادیه اروپا گفته اروپایی‌ها خیلی احمق و جیره‌خوارن نوشت تو اون چهره باهوش و خوشگلت رو ناراحت نکن حالا ان آقا. این حرف‌های وزیر کشور رو هم که گفته ما هیچ سرنخی درباره عوامل پخش گازهای سمی در مدارس نداریم رو منتشر کرد و گفت حالا اگر گارد ریل رو کنده بودن سریع پیداشون می‌کردین. با انتشار این خبر که در لایحه بودجه 1402 بسیج از پرداخت پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری معاف شد نوشت اینجوری نیرو جذب میکنن، مثل آخوند و طلبه شدن که کلی بهشون حال میدن. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.